وعلى سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت، انشاءالله که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیاش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما هم عنایت بفرمان. امشب اجازه بدید سوالا بمونه برای هفته بعد. کسی که از شهرستان نیومده سوال داشته باشه ها؟ سوال داری؟ خب بگو. حالا شما از شهرستان اومدی؟ ها خودم خصوصی بپرسی ها، راجع به موضوع سخنرانی میتونی الان بپرسی. باش سوالا بمونه. من چون امشب خیلی هم من از صبح سر کار بودم، خیلی شلوغ بودم امروز، اجازه بدید من کوتاه یه صحبتی کوتاه ما که میدین یه ساعت و نیمه، من این صحبتی بکنم دیگه طولانی نشه خیلی امشب. این موضوعی که تو این دو جلسه اخیر عرض کردم موضوع مهمیه به نظرم، و به نظرم که کم توجهی میکنیم به این مطالب تو جامعه. بعدم یک حجمه‌ای هست در رسانه ها و با یک دهان پری، صدا مشتبه زیاد، با یک دهان پری عده صحبت میکنن و کلمات پری به معنای ظاهریش استفاده میکنن که آدم ها میترسن حتی تجربیات زیستیشون رو تو این داستان با دیگران به اشتراک بذارن و نسبت بهش حتی تصمیم بگیرن. این سنت های غلط هست که توی جامعه ما فراوونم هست، مثلا راجع به مثلا ازدواج یه جوری راجبه صحبت شده که یه جوون اگه بخواد پشت پا بزنه به این سنت های غلط، یه دفعه میبینی تمام فامیل با یک خلاصه انگیزه عجیب و غریبی جلوش وای میستن. یعنی یه جوری باورشون شده که مثلا فلان رسم باید اجرا بشه، که اگه یه جوونی خیلی منطقی اومد گفت خب من نمیخوام تن بدم به یه همچی داستانی. مثلا الان مود توی سری یه جاهایی از کشور ما که خانواده دختر جهازیه بدن، بعد جهازیه هم نه یه قلم دو قلم، نه چهار تا قلم اصلی، مثلا یه چیزی لازمه برات زندگی، نه از شیر مرغ تا جون آدمی زاد. چه منطقی داره؟ اصلا چه احتیاجی داری بهش؟ یه وسایلی میدن که تو 10 سال اول زندگی چه احتیاجی بهش پیدا نمی کنی. حالا یه جوانی بخواد بگه آقا نمیخوام این مسخره بازی ها چیه؟ اصلا مگه زندگی این وسایله؟ بعد وسیله زندگی من و پدر زنم بخره یعنی چی؟ چرا؟ یه وقت پدر مادرها یه کمکی به بچهشون میکنن، یه چیز ضروری. آقا مثلا حالا ضروری هم که میگم ضروری که ساختیم ها، وگرنه هیچ کدوم اینام نباشه میتونی زندگی کنی. حالا یه اندازه‌ای که بشه بگی ضروری. اصلا اسمم نمیبرم که چون از نظر من 90% این وسایل اصلا ضروری نیست، ولی مود دیگه. یه دختر و پسرن یه خونه رفتن اجاره کردن، مثلا چه من 50 متر 60 متر 70 متر 80 متر، تو شهرهای بزرگ بیشتر از این که نمیتونن که. بعد میبینی که یک نیسان فقط چینی میدن به اینا و یه چیزایی که هیچ وقت ازش استفاده نمی کنی، اصلا تو فرهنگت نیست. بعد نمیدونم فقط چینی نیست، یه سری وسیله دیگه، مثلا باید پیرکس میگن پیرکس باشه، بعد اینم ماکروفر، ماکروویف، چای ساس، قهوه ساس، پلوپز برقی. تو خونه همه اون بالا آشپزخونه تون یه دونه دارید، گرد این توپول هم از یه چیزی اینجوری جلوش هست، چرخ میچرخ، هیچ وقت هم ازش استفاده نکردید.
ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، یخچال، بعد یخچال جدا، فریزر جدا، یا یخچال سایت بای سایت، چه میدونم، میز ناهارخوری، مبل نمیدونم چی، فرش فلان، چند دست پارچ و لیوان و حالا یه جوانی بگه آقا من احتیاج ندارم انقدر، من اندازه 6 نفر مثلا یه وقت دوتا مهمونم بیاد تو خونمون، مثلا ما مایکروفر نمیخوایم، مثلا ما غذامون حالا رو اجاق گرم میکنیم میخوریم، ما ظرف تفلون هم چی نمیخوایم، قابلمه چودن من فلان نمیخوایم، حالا با دو تا قابلمه معمولی میشه زندگی شروع شه. حالا مثلا ماشین نمیم لباسشویی خیلی هم ضروری نیست، ما دو نفریم تا ما تو همون رخت خودمون، هر کی رخت خودشون میشوره دیگه، یا نه باش اصلا ماشین لباسشویی فلان نمیخواد، فلان مارک اتومات نمیدونم 16 برنامه نمیدونم آب کشی نمیدونم مسخره بازی نمیخواد، یه چیز معمولی هم چون خیلی استفاده نداریم که، مگه چقدر رخت و لباس داریم، حالا یخچال معمولی باشه ساید فلان نباشه، نه که من الان سایت ندارم و من الان دارم همین الان که حرف میزنم، ولی من اول زندگی می چیزا را نداشتم، احتیاجی هم بهش نبوده، من روزی که خواستن جهاز بیارم به پدرزنم گفتم بدترین روز زندگی من الان، چرا شما باید وسیله بیاری برام، گالا دختر خودم هم هست دیگه، حالا خب یه کسی دیگه کار بکنه نتیجه کارشو بیاره تو زندگی من، چرا تا یه جوری شده همین الان دارم با شما حرف میزنم تو ذهنتون این چه چرته، ماشین لباسشویی نباشه فلان، حالا ماشین لباسشوییتون یه ماه خراب شده چیکار میکنی؟ نه اصلا برقا رفت، نه مجبور شدی بری یه جایی زندگی کنی که ماشین لباسشویی نیست، این سربازا تو پادگانا چیکار میکنن؟ نه حالا اینا که آفتاب لگن شما نهار چی؟ به دخترت جهاز دادی، زندگی هم یادش دادی، برای پسرت عروسی گرفتی، عروسداری هم بلده، اصلا از زندگی چیزی میفهمه، هر رو از پر تشخیص میده، اصلی اینا نیست، اون چیزی که شادی ایجاد میکنه در زندگی چیه؟ مگه دنبال رضایت نیستی؟ دنبال شادی مگه نیستی؟ این وسایل اگه شادی می آورد که رئیس کارخونه مثلا فلان لوازم خانگی که خودش تولید میکنه اینو باید شادترین آدم رو زمین می بود که اون هزاران یخچال تولید میکنه یا تلویزیون یا نمیدونم چی یا چی یا چی یا چی، پس چرا شاد نیست؟ پس چرا اون وقت که وسیله نداشتین انقدر خوش بودین؟ معاملاتون برید براتون صحبت کنن چجوری ازدواج میکردن، توی یه اتاق یه پرده میزدن این ور یکی زندگی میکردیم ور یکی، بعد یه جوری هم با ذوق تعریف میکنن این چیزا رو، میبینی شاد بودن شنگول بودن، پس ربطی به این وسایل نداره، اتفاقا این وسایل شادی رو کم میکنه، الان مثلا میگم ما بچه بودیم مامانم بافتنی میبافت، مثلا یه شال گردنی برای ما میبافت، یا مثلا شلوارامونو میگفتن شلوارای مامان دوست زی شباری همونو پارچه میخرید برای همه همون زی شباری میدوخ، الان چه کار میکنه؟ الان یا رخت همونو با دست میشستم، ما یه ماشین لباسشویی داشتیم اومده بودیم قم، بعد کل محل میبردم باش لباس میشستم، خونه هم عیالوار بودم، بعد مثلا ما میخواستن رخت بشونم میگفت برو یه ماشین لباسشویی خونه کیه بردا بیار مثلا باش چیزو بشون سلام نکن، یعنی یه محله یه ماشین لباسشویی داشت، همم که نمیمدن ببرن، خیلی مثلا غروری داشت مثلا خودشون با دست میشستن، بعد شالگردنی که یه دونه یه دونه بافتم ننه ما دوتا از زیر یکی از روی نمچی اینجوری یه قاعده ای داشت، خب اون خیلی فرق میکنه با اینکه رفتی مثلا تو بازار یه شالگردن برای بچه خریدی، تو مدرسه جا میذاریم که خالی یکی دیگه میری میخری دیگه، من نمیتونستم اون شالگردن رو جا بذارم چون تک تک گره هاشو با دستش زده بود مامانم، فرق داشت
لباسی رو که مامانت با دست شسته تو زمستون رو نمیتونی راحت کثیف کنی، فرق میکنه با لباسی که انداختن تو ماشین لباسشویی. بچه از مامانه واردتره، چون انگلیسی بلده میتونه بخونه روی اینا رو، مامانه نمیتونه. بعد میگه چرا گوشتی روی این، بذار روی این. بعد لباسش کثیف میکنه، بهش میگه کثیف شد که، میگه خب ماشین لباسشویی میشوره، تو چی میگی؟ تابستون خونه همه ما بوری رو به گوجه بلند بود، چون گوجه نبود زمستون. تابستون رو به گوجه درست میکردن که زمستون آبگوشتاشون مثلا رنگ داشته باشه، مثلا خورشتاشون خوش رنگ باشه. بعد رنگ خورشتی که تدبیر کرده، تابستون پوستش کنده شده، رب درست کرده، خیلی فرق میکنه با رنگ خورشتی که رب شما آماده رفتی در مغازه خریدی و بردی. اون ثابت کردی به بچت که من تو رو دوست دارم به خاطر تو. ببین تابستون وایستادم اینو، گوجرم خیلی زحمت داشت دیگه، خورد میکردن، نمک میزدن میذاشتن جلو آفتاب یه ذره ببینم چی میشد، بعد میریختن توی دیگ میجوشوندن، بعد صاف میکردن. این یک بساطی بود که میشه مثلا رب گوجه، اول صاف میکردن بعد میجوشوندن، گله گله انگلی درست میکردن این گوجه ها رو. بعد مثلا ما خونمون بزرگ بود، این حیات داشتیم، میکاشتم گوجه ها رو، یا نشان میخریدم میکاشتم. حالا من گوجه اندازه مثلا 4 تا دونه تو خونه بخورم بود. رب گوجه داستانش فرق داشت، یعنی مادری یه ابزاری داشت به بچه بگه من تو رو دوست دارم. الان اینجوری نیست، الان ابزار شدن مادر، دست تو رو بستن، رب گوجه رو کارخونه درست میکنه، خیارشورم اون، سالادم اون، سالاد زمستونی هم اون، ترشی هم اون. قدیم اینجوری زنه کدبانو بود، یه تابستون تدبیر میکرد که تو پاییز و زمستون بچه هاش غذاهاشون خوشتن باشه، چاشنی داشته باشه. اینجوری نبود که تو زمستون و تابستون سبزی پیدا بشه، نمیدونم خیار و گوجه تازه پیدا بشه، نمیدونم چی. اینجوری نبود که، خیار و گوجه تابستونه، سبزی مال تابستونه، زمستون دیگه اینجا نیست. وقت زمستون باید ترشی باشه، سالاد زمستونی باشه، نمیدونم چی باشه. بعد زنه تدبیر میکرد اینا رو. بعد یه بشقاب چه میدونم یه کاسه ترشی میذاشت سر سفره. یعنی من خیلی دوستتون دارم، ببین چقدر زحمت کشیدم برای این. وسایل اومد کارو سخت کرد، نه آسون. یه لباس کافی بود، نه ما زمستون یه لباس بشینه بشوره دیگه. یعنی دوستتون دارم، عاشقتونم، میمیرم براتون، ببین چه فداکاری میکنم براتون. نبود، نمیخواست اصلا بگه، رفتاری داشت میگفت. من یادم ما زمستونا همش دنبال مثلا یه تدبیری بودیم این ترکای دست از بین بره، بعد ننه تو آب یخ دستاش همش تو آب یخ این بشوره. مثل الان نمیدونم چی میگم، پکیج و این خبرات نبود که. اگه داشتن یه دونه از این چیزای تو خونه، معمولا اصلا حموم نبود. زمان ما که حموم عمومی بود، حالا مثلا خونه ما یه حموم داشت، نمیدونم یه پله میخورد میرفت بالا، اونم آب نمیرسید. یه وقتی ما میرفتیم حموم عمومی، خونه ها توش حموم نبود. آب گرم کنم اگه کسی داشت، آب گرم کن نفتی بود، حالا نفت گیرش بیاد گیرش نیاد فلان بشه چی بشه، داستانی بود دیگه. امکانات اومد کارو آسون نکرد، کارو سخت کرد. ابراز احساسات و سوال الان من الان میگم، الان شروع کرد ناکنش سپای لایو داره به من متلک میگه، ببین کنه من نمیفهمم الان مثلا چی چی تو مختونه. چرا نمیفهمم؟ من میدونم الان چی داری میگی، میفهم چرت و پرت داره میگه. آره باشه، اینا چرت و پرته، شما درست میگی. نمیدونم تو مخت چی داره میزنه، انقدر پر برات گفتنم وسایل باورت شده. بعد خنده‌دار نیست که خودت یه بیابون میری، میری کویر درست تو کویر میگی چه عشقی کردیم. خب میدونم چه کولر گازی بود؟ نه، ماکروویو بود، ماکروفر بود، با چای ساس چای درست کردی. اونجا یخچال بود، سایب بود، قهوه ساز بود. نه، آتیش درست کردی، رو آتیش چای میگه چای زغال چه حالی داد. اه پا چایی بدون این چیز هم حال میده. نه، رفتی سه روز بیابون بدون وسایل، چقدر هم بهت خوش گذشته، کلی هم کیف کردی. پا چرا تو خونتون با این همه وسایل کیف نمی کنی، میری بیابون؟ الان مد شده بومگردی. یه موقعی میرفتن هتل 5 ستاره، نم فلان، هر روز بیان نمیدونم چادر شباشو عوض کنن، زنگ بزنن چی چی برات بیارن، چیکار کنن. الان میگه بریم بومگردی، یارو یه خونه کاگلی درست کرده، اتاق اتاق، کفش هم حسیر، یه مش رخت خواب که قبل تو 200 نفر روش خوابیدن.
بعد بلند میشه میره شبی 500 هزار تومن میده بره توی همچی جایی زندگی کنه. موبایل هم آنتن نمیده، تلویزیون هم وجود نداره به هیچ وجه. چجوریه پس؟ اگه اون وسایل حال میده پس چرا وسایل فرار میکنی میره شبی 500 تومن میده یا فلان کمپ میری میخوابی یا میری تو فلان نمیدونم بومگردی، خونه بومگردی توی کیش و قشم و حالا کیش که من نیدم قشم میرم تو قشم و نمیدونم بیابونای کجا و نمیدونم سمت الان همین مرنجاب اینجا کبیر برید ببینید هر شب چه خبر. میرن کمپ میکنن تو کبیر. توالت فرنگی از کجا میاری راستی تو اونجا؟ چرا بهتون خوش میگذره بدون وسایل؟ یه مثال بودا، میگم یه جوری کلمه رو پر میگه جرئت نمیکنی بگی آقا اصلا اینا که خوشبختی نیست. چرا به شما میگن جهان سوم؟ چرا جرئت میکنه میشه جهان سوم؟ کشور فلان کشور میشه در حال توسعه، کشور توسعه یافته، جهان اول فلان. برای چی؟ برای اینکه همه جاده‌هاشون آسفالته، برای اینکه ماشیناشون مثلا درجه یکه، برای اینکه نمیدونم خونه هاشون اینجوریه، برای اینکه وسایلشون این مدلیه. نه آج آقا، اخلاق. خب ببینم این اخلاق مگه به خاطر این وسایل، اخلاق از این وسایل مگه میاد؟ الان چقدر از اعضای داعش تو اروپا زندگی میکنن یا حتی تو امریکا؟ یه مدت حمله میکردن به اسم گورکای تنها، یعنی کسایی رو که اینا مخشون رو زده بودن تور کرده بودن تو اروپا و امریکا، عملیاتای تنها انجام میدادن، عملیاتای کور. میرفت توی مثلا یه دونه کلابی چیزی مردم به اسم رگبار، بعدم میکشتنش، گفتن گورکای تنها. پس چرا این وسایل باعث نشد که داعشی تو لندن ما داعشی نداشته باشیم یا توی استرالیا مثلا داعشی نباشه؟ چرا هست الان؟ یا تو پاریس یا حتی تو خود امریکا این همه عملیات تروریستی انجام دادن این اعضای القاعده توی مثلا امریکا، تو جاهای دیگه چرا اون زندگی کردن تو اون محیط باعث نشد اینا اصلاح بشن؟ این که مثال ملموسشه. چی گفته یک انسان حسود اگه همه امکانات مادی رو بهش بدی حسادت رو میذاره کنار؟ چی گفته یک انسان بخیل اگه توی پنتهاوسی مثلا توی برجای نمیم چی کالیفرنیا زندگی بکنه دیگه دست از بخل بر میداره؟ چی گفته یک انسان حسود اگه مثلا در مثلا فرانسه زندگی بکنه، مثلا در پایتخت فرانسه در یک برج نمیدونم چی زندگی بکنه، نزدیک کتابخونه نمیدونم چی هم باشه، این میذاره کنار حسادتشو؟ کی گفته یک انسان عصبی، یک انسان بد اخلاق اگه توی یک مثلا شهر کاملا از نظر این اصطلاحات امروز پیشرفته زندگی بکنه بد اخلاقشو میذاره کنار؟ تو کشور ما تهران تقریبا از جاهای دیگه از نظر ظاهری و امکانات مادی پیشرفتش بیشتر بوده دیگه، درسته؟ همین چند وقت پیش پسره با خواهرش دخترای خیابونی رو بر نداشته بود تو خونه اسیر کرده بود، تازه یکیشون هم کشته شده، نمیدونیم کی کشته. پس چرا زندگی در تهران باعث نشد اینقدر این مثلا چیز نباشه، این یه همچی جنایتی مرتکب نشه؟ مگه چند وقت پیش باباه بچه خودشو بیهوش نکرده بود، تیکه تیکه کرده بود، خیلی ریلکس برده بود، ریخته بود سطل آشغالی؟ پس چرا زندگی کردن در شهرک نمیم چی تهران باعث نشد این انقدر خشونت نده؟ تازه دخترش هم کشته، دومادش هم کشته. اگه داشتن این امکان، کیه با تلفن قد داد میزن؟ بچه خودمونه؟ چیکار میکنی؟ آره بگو یواش، تو زیرزمین صحبت میکنی صدات میاد بالا، من با بلنگو صدام نمیره پایین. ببین تو چقدر خوبی فرزندم، نمیشنوه. حل شد؟ کشتیش؟ رفته دیدم یه جا تو قم هیئت زنا خیلی صحبت میکردن و بلنگو نذاشته بودن تو خانوما، باندا میدونی مثلا 4-5 متر پرتاب صدا داره دیگه. بعد جلسه به مسئولیته گفتم داشت ما رو 10 شب اینجا دعوت کردی، یه 4 تا باند اجاره کن بذار تو سمت خانوما، صدا رو بشنون صحبت نمیکنن. این بنده خدا نمیشنیدن. بعد گفتم خانوما ساکت نمیشنیدن. گفتم عزیزم نمیشنم، من اصلا مدل نیست با منبر مثلا خانوما بیا صحبت کنن، گوش میکنن معمولا.
بعد فرداش رفتم منبر، جیک نمیزدن زنا. قشنگ ما یه ساعت سخنرانی کردیم توپ. اومدم بهش گفتم دیدی بلنگو گذاشتی، باند گذاشتی، هر چی. گفت نه باند گیرم نه، من راهشون نهادم. درب زمینه رو بسته و گفته بود راه نمیدم، بفهم خونتون هیئت نداریم، مردونه است. باند گیرش نیومده بود، زنا راه ندادم. حالا من این بچه های خودمون هیئت کارا رو بکنم، بهشون بگم برید بیرون جلسه آرامش داره، چون بچه های خودمان شلوغ پلوغ میکنن همش، راه میرن و اینا آب معدنی میخورن اونجا و شلوغ چای دم میکنن این کارا. حالا دیگه ولش کن، بیاین تو بحث. این دو جلسه یه صحبت خیلی مهم میشد، بحث این شد که لذت کجا به وجود میاد. حرکت انسان از خواست به سمت خواستش، آدم تشنه حرکت میکنه به سمت یه رودخونه، یه چشمه بره آب بخوره. این لحظه‌ای که تشنگی ایجاد میشه، خواست آب و حرکت به سمت آب، هر چی به آب نزدیکتر میشه لذت چی میشه؟ بیشتر میشه، تا وقتی میرسه به آب دیگه میشه اوج لذت، آبو میخوره. سیراب که میشه لذت تموم میشه. حالا اگه از آب فاصله نگیره اونجا باشه، یعنی هی هر وقت بخواب آب کنار دستش باشه، این فاصله نباشه، هی آب باشه 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 باشه، یواش یواش اون لذت از بین میره. لذته که به این بره، خواسته هم یواش یواش از بین میره. بعد شما الان میری دکتر، دکتر بهت میگه روزی چقدر آب میخوری، بعد فکر میکنیم این توی یه هفته اخیر من آب نخوردم، بعد میگه من خیلی کم آب میخورم، میگه خیلی بده که حداقل روزی یه لیتر نیم باید آب بخوری. و تو فکر نمیکنی چرا دیگه نمیخوای آب بخوری؟ چرا یه هفته آب نخوردی؟ بعد برگرد به کودکیت، ببین از آب یخ لذت نمیبردی؟ کیف نمیکردی؟ پس چرا دیگه کیف نمیکنی؟ یه جوری شده حتی یادت میره آب بخوری. چرا؟ الان یه مشکل خیلی آمونه، میری دکتر میگه آب کم میخورید شما، خونت غلیظ شده، نمیدونم کلیهات زنگ آورده فلان، که میگه آب باید روزی یه حداقل روزی 5 تا لیوان آب باید بدی. دکتر ها میگه، حالا عددا رو درست نمیگم، بیشتر کمتر 7 تا میگن، 8 تا میگن، چقدر میگن، یه چیزی میگن نمیشه خورد به هر حال اینقدر آب، ولی میگن باید بخوری. آه 7-8 تا میگن نمیشه، صبح ناشتا بلند میشی آب بخور، اصلا انگار میخوان سر آدمو ببرن. ولی حالا همین شما برو توی چه میدونم یه جایی زندگی کن که یخچال دم دستت نباشه و خواب یخ میخوای توش برداری بخوری. آقا سر گله بودین تا حالا؟ ولش کن، مثالی میزنم که اذیت میشه. یا مثلا کشاورزی داشتین، بیابون برین کار کنین، کوزه رو کی اون تا میگه بله؟ وحید تویی میگی؟ چشام نمیبینه. کیه؟ نمیدونم مثلا کیه؟ کجا سر گله بودی؟ ها من فکر کردم وحیده داره میگه، گفتم داره مسخره میکنه، نمیبینم آخه اصلا اونجا چی. عینک نیاوردم، یه متر به اون ور دیگه نمیبینم، محو میدم حتی. نمیشه ریلکس دارم صحبت میکنم، نمیفهمم شما دارید چیکار میکنید، وگرنه خب نمیذاشتم که. آره الان حدس میزنم بعضی وقتا یکی کلش پایین میگم نکن کلش تو موبایلی فلان فلان. گوش کنیم، دور کوزه رو از این گونیای کنفی میبستیم، بعد آبو میریختن توی این، بدنش هم خیس میشد، یه پلاستیکی همونجوری گرفت کرده بودن، مثلا جوری میرفت پرو میکردن داخلی میذاشتن. بعد میرفتیم سر کشاورزی بودیم مثلا، نمیتونم براتون توصیف کنم چقدر اون ظرف آبی که برمیداشتیم میخوردیم لذت بخش بود. تا حالا شده برای آب دهنت آب بیفته؟ میگیری اتفاقی که الان برای من داره میفته، یعنی یه جوری لذت بخش بود این آب. ببین فاصله است دیگه، یه جای گرمه، مثل الان هم نبود چه میدونم بری آب معدنی چی اصلا آبو بخری. مثلا ما اولین بار آب معدنی دیدیم تعجب کردیم، آب میخرن؟ این چی؟ آب خریدنی نبوده که. بعدم آب خنک به این مفتی ها گیر نمیومد که. من یادم، من بچه بودم خونم تو همین منطقه که الان میگن شهید کلهری بهش،
کوچه شهید حسن فردایی، خدا رحمتش کنه، همسایه بغلی ما بود. اسم خانومش میگفتیم باشی خانوم. خیلی خوب بودن. حالا خدا رحمتش کنه حسن آقا رو، شهید شد. بعد یه همسایه داشتیم، یه زنی بود وسواس بود. وسواس یعنی یه ذره به پاک نجسی حساس بود. این یخچال خونش مثل که سوخته بود، نمیدونم چی بود، تابستون. بعد مامان من میگفت یخ برام بیار. حاج خانومم میداد به من میبردم. این مثلا تنها کسی که از دست بچه بود و از دستش یه چیز بود، من خیلی ترتمیزم نبودم، ولی از نمیدونم چی بود به دلش افتاده بود، مثلا تنها بچه‌ای که از دستش یخو میگرفت به دلش میشست من بودم. یعنی خونهشون یخچال نبود، سوخته بود نبود، که نمیدونم تنها هم بود، نمیدونم چی بود، کسی نبود، یادم نیست. تا چند وقت بعدش یادم گردو نظر میکرد برای من میفرستاد، مثلا میگوید بدید حسن بفرستم. زنی خدا رحمتش کنه فوت شده، مثل که خواهر مامان میگو فوت شده. یخ نبود. بعد یخ مثلا میرفتی میخریدی چه میدونم چی، بعد میدونی آب یخی که حالا الان هر وقت میخواد تو یخچال آب یخ هست دیگه، فریزر توی دکمهشو میزنی یخاش میریزه، اما میزنی آب میریزه توش میخوری، مثلا میشه آب یخ. لذت آب یخو نمیبری، ولی اون زمان یه فیلم سینمایی درست کرده بودن، دیدید یه نشون میده آتیش پشتش بچه داره رو اون چیزه میزنه، این داستانش آب فروختن بود، که مثلا تو اهواز بود یا آبادان بود کنار خیابون آب میفروخ. اون صحنه فیلم هم بچه داره میده دنبال یخ، بعد یخ آب میشه، مثلا آقا برای یخ فیلم ساختن، انقدر لذت میبردن. من الان از اون فیلمه میگم حالم خوب میشه. این ملازمت دائمی خواست با خواسته میدید چیکار میکنه؟ لذت رو از بین میبره. لذتش از بین بره، خواسته یواش یواش چی میشه؟ از بین میره. اگه حالا شما برید داستانهای نامزد بازی بابا بزرگاتون رو با ننجوناتون برید گوش، حالا نمیدونم زندن نیستن نه، اگه شنیدید یا برید بپرسید گوش کنید، یک داستانهای جذابی دارم. مثلا میگه برف اومده بود سم، آخه قبلا کسی دختر شوهر میداد دو تا اسلحه میخرید، بعد به دوماده میگفت این دور و بر پیدات نشه، میری موقع عروسی میای. بعد مثلا اصلا یه چیز عجیبی بود دیگه، بعد برف مثلا میومد، برف یه چیزا سفید یه قدیمه از آسمون میومد، شما نیدین. بعد مثلا یارو میگفت نردبون گذاشتم رفتم از دیوار پدرزنم بالا، شبا گرگ میومد تو درگاهات ها. من یادم مثلا دهات خود ما طویله ها رو در پشت قشنگ میبستن، گرگ نید بره تو بخوره ایفونا رو، گرگ ها میدن پشت بون، اینجوری بود. بعد آقا دیوار پریده پایین، بعد پریده کجا، اوه یک داستان یک این برفا پیچیده، بردرزناش نیام، بعد تلفن نبود به دختر زنگ بزنه بگه که مثلا چیزه من دارم میام، اون باید حدس میزد که یه امشب مثلا میاد، بعد میشست لب پنجره باباش هم شد اینجا چرا نشستیم؟ آخه نشستم دیگه، سال زمستون بود سمت برف اومدیم بیاد اصلا میمیره. بعد دو این برفا اومده مثلا پشت پنجره اینجوری دست گشته رو پنجره، اون پشت دست بعد فرار کرده، اونا تیر اندازی تا حق زدن و برداشت کی بود اومدم این سیاهی چیستی پارسی گولا بازم تق داستانی قشنگ مثل الان. به دختر پسره گفتم برید این اتاق با هم صحبت کنید، گفته کولرش کار نمیکنه میریم اون. حتی پسرموش بوده خونهشون رفت آمد داشت. از اون بدتر میگفت جوراباش گم شده بود پای دوماده دید. اون خیلی بده واقعا کار زشتیه. چی بود؟ ملازمت بین زن و مرد نبود. حالا نه زن و مرد مثلا نباشن تو جامعه، خب بود یه جا زندگی میکردن، بحث اینه که کششه، یعنی اون ارضای جنسیه نبود دم دست باشه، نه حالا فقط این همسر خودش، نه الان یه فرهنگی درست بشه که نه آقا هر جا بخواد باشه، به هر طریقیش باشه، یواش یواش لذتش از بین میره، خواستش هم از بین میره.
بعد میبینی یه عده دیگه به جنس مخالف علاقه ندارن، دنبال یه سبکای دیگه ایگر برای نیازهای جنسیشون. ملازمته لذت رو از بین برده، خواستم از بین رفته. مثل آبه که دیگه نمیخوره، دکتر باید بهش بگه، دکتر به طرف میگه آب بخور. بعد ما بچه بودیم مدرسه ابتدایی شیر آب مبصر داشت، نه که دهه 60 همه میتونن، مبصر داشت. یعنی مبصر میگه بس دیگه برو اون چی بیا تو بیا آب بخور. بعد ما یه شیر رو باز میکردیم آبش بره تش یه ذره خنک شه. میگی چی میگم؟ میخوام بگم بحث شما میگم آقا ملازمت خواست با خواسته تو تجربه زندگیتون ببینید لذت رو از بین میبره. لذت که از بین میره یواش یواش خواستش هم از بین میره. 90% اونایی که مشهدی خونه دارن 10 سال مشهد نرفتن مذهبیاش. اون وقت که خونه نداشته سالی 5 بار میرفت ها، هم گفته آقا یه آلونک اینجا به ما بده ما بیایم در جوار شما. بعد آلونکه رو که خریده دیگه پاشو نذاشته اونجا، یه 2 سال ذوق داشته رفته، انقدر مونده اونجا دیگه ذوق نداره. مثل اینا که ویلا دارن تو شمال، ما رفته بودیم شمال گل بگیریم، گلدون منظورم ها، گل گلدون، گیاه تزئینی منظورمه، نه تزئینیشو گفتم که شما بدون میگه اونم گیاه عجب گل آقا گل آنتریوم رفته بودیم بگیریم، خوشتیم منو با این نگاه عجیبت. بعد اولای کرونا بود، بعد گفتن آقا هتل موتل و اینا نمیشه، نیست. یکی از دوستان زنگ زد و یه آقایی و پسر یکی از نمکی، اون گفت که ما یه ویلا داریم فلان جا برین اونجا. بعد ما رفتیم یه ویلای اینا، یه خونه بود که مثلا تو 15 سال 20 سال گذشته یک چیز لاکچری بوده، همه چی چوب بود و اینا، ولی 10 سال بود خودشون نرفته بودن اونجا. 7 8 سال میگفت کیش نیومده نگهبان اونجا زنه. یعنی ویلاهای شمال مفت چنگ سرایدارا اش بکنن توش. یارو 10 سال بود خودش نرفته بود اونجا. نه که الان نه این رفته ها، یه موقعی ذوق داشته میرفته دوما میمونده، بعد دیده خب هر وقت میخواد هست دیگه، ملازمت ایجاد شده بین خواست و خواسته. لذتش از بین رفته، لذتش که بره خواستش هم از بین میره. شما خودتون همتون یه دوره یه چیزی دنگتونه، دنگ ما بچه بودیم یه فیلم پخش شد یارو تم جمع میکرد، چه فیلم خوشمزه ای هم بود. بعد مد شده بود تمام محل دنبال تم بودن. بعد یه مدت کامل از سر همه افتاد. بعد آقای خادم زد اون کشتیگیر آمریکایی رو فیتله پیچش کرد تو جام جهانی، تو اون چیز فینال جام نم چه کشتی جهان. بعد ما فوتبال بازی میکردیم، بدنسازیشو میرفتیم کشتی، چون اون وقت باشگاه بدنسازی نبود مثل الان میز و هارتل و فلان، این خبرا نبود که. ما برای بدنسازی فوتبال میرفتیم کشتی. یه دفعه دیدیم جمعیتی که ریخته اینجا، همه بچه‌هاشون آورده بودن بشه خادم. یه 6 ماه هم باشگاه شلوغ بود، بعدم فهمیدن این خبرا نیست، مثل بچه آدم رفتن. و فکر کنم تا آخر عمرشون دیگه کشتی نگیرن. آقا خواست و خواسته اینجوریه، به هم ملازم میشه، لذت ابه میره، لذتش میره، خواستش هم ابه میره. برید توی اتکاموداتون بگردید، نگاه کنید، ببینید چقدر وسیله دارید که یه موقع برای خریدنش کلی تلاش کردید، بشم رسیده یه هفته هم ذوق داشتید، بعدم از چشتون سر گوشیم کنار. کامپیوتر اول اومده تو خونه همه بود، از این مونیتور گونده ها، یه کیبورد، یه کیس همین بغل، هیچی هم سر در نمی آوردن، یعنی فقط بلد بودن روشنش کنن. بعد یه فلاپی هم تو جیب همه بود، اصلا فلاپی چند مگ میگیره من نمی‌دونم، ما تو این چی حمل می‌کردیم تو این یه سری چی شده اصلا مد علکی تو همه خونه ها بود، جف شد. خب وقتی بهش رسیدن خب چیز عجیب غریبی هم نیست، بعدش هم از ذوقش افتاد. بعد براش کیسه درست کرده بودن، انگار چیز جا نماز بود، گل منگولی اینا، از اینا روکش، یک چیز مسخره ای. بعدم کلا دیگه تا آخر عمرشون کامپیوتر رو گذاشتن کنار به فضل خدا. ملازمت پیدا شده. آقا ما میرفتیم کافینت پول میدادیم بشینیم پشت یه کامپیوتر،
اصلا یه همچین شغلی فکر کنم دیگه از بین رفت، خیلی کم شد دیگه. ما تو خونه های زندگی مردم بودم، ملازمته که اتفاق افتاد لذتش از بین رفت، لذت رفت، خواستش هم رفت. هزار تا مثال دیگه تو زندگیاتون میتونید پیدا کنید. کمد لباساتون رو باز کنید میبینید دیگه، کمد کتاباتون رو باز کنید، کمد وسایل شخصیتون رو باز کنید ببینید چه خبره. اینایی که شمال ویلا دارن بپرسید بگید چند وقت نرفتید، اونایی که تو کیش خونه دارن بپرسید ازشون. یارو ماشین دارم چی چی فلان، مثلا مدل ماشین داره. اونایی که ملازمت اتفاق افتاده ها، یعنی مثلا تو میری تو پارکینگ خونش 5 تا ماشینه و داره ها، ادا در نمیاره، ازش بپرس بگو لذت میبری از این ماشینه؟ وجدان داشته باشه راست بهت بگه، بعد میفهمی که نه، اولش شاید روز اول، ولی بعدش نه. حقیقت انسان چیش هست؟ داراییهاش یا خواستهاش؟ اون چیزی که تو درون توه خواست توه یا خواسته تو؟ خواسته تو که بیرون تو، اصلا به تو ربطی نداره. و اینکه حالا شما بیرون رو پر کنی از وسایل که یه روزی خاصی هم بوده، خواست تو داری میکشی، ملازمت میکشدش. خواسته کشته شد، چی کشته شده؟ انسان کشته شده، چون انسان با خواسته هاش، و کمال در خواسته ها اتفاق میفته نه در خواست ها. این که تو ماشین چه میدونم پیکان سوار بودی الان بی ام و سواری، تو رشدی نکردی که. میتونه همون آدم حسودی پیکان سوار شده باشه بی ام و سوار، آدم بخیل پیکان سوار شده بی ام و سوار، آدم بددهن پیکان سوار شده بی ام و سوار. برای هم یخنی یارو ماشینش مدل بالاست، فکر میکنه خیلی با فرنگم است، یه فوشی میده. من پایین شهر تهران به دنیا اومدم قیاسی، خب بیمارستان بانک ملی میخواد آدرس تخت و ایناشم بدم بهش، چون نگاه میکنه میگه بقیه‌اش هم بگو ول کن دیگه تهران دیگه. پایین شهر قم هم همین محله که الان میبینید همینجا جوبشور من بزرگ شدم. یه مدت هم که ما اول سوفالی بودیم، حالا بعد شد شهید فردو، خدا رحمت شهید خضری فردوی رمضانی، خدا رحمت کنه همشون، همه هم آدم سایه بودن خدا رحمتشون. خب یارو تو بی ام و یه فوشی داد، من 5 دقیقه فکر میکردم با کی بود. قشنگ رونالدو اینور نگاه که اونور زد، راجب عمه صحبت میکرد، بعد دیدون خاله رو داره میگه. دیدی یه نسبتی میدن پسر خاله دایی عمه خاله پدرزن باباتون چی میشه؟ باید فکر کنی یه جوری فوش داد. بعد چیشه چی همون این همون آدم بد دهنه بوده، حالا بی ام و، حالا مثلا بی ام و سوار میشی خوش دهن میشی؟ کی گفته؟ ممکنه یا هر چیز دیگه ای. بعد به شما گفتن خواستهای پیشرفته یعنی کمال، یعنی خیابونی که همش آسفالت میزون باشه، نه مثل این آسفالتایی که ما داریم شبیه خیار چنبله. یعنی قشنگ اینجا یه جوری آسفالت کردن قشنگ، ولی اینجا باغ مش محمد بود اسمش، این پایین یه جوری همین الان آسفالت کردن رد میشی میفهمی که بدون مش محمد داریم، مش محمد این نکرد اینو صاف بده تراز بده. حالا اگه آسفالت صاف بود، ببین من مخالف تمدن نیستم، اما چیز دیگه میخوام بهت بگم، میخوام بهت بگم اگه دنبال کمالی تو اون نیست، کمال اونجا اتفاق نمیفته. باشه خیابونه بله باید آسفالت باشه، صاف هم باید باشه، ماشینتون هم بهترین ماشین باید باشه، خونتون هم قشنگترین خونه، وسایل خونتون هم زیبا، لباستون هم، همه اینا رو من میفهم باید باشه، اما میخوام بگم اینا ربطی به کمال نداره ها. میتونی یه آدم حسود بددهن لجوج همه اینا رو هم داشته باشه و درمان نمیکنه این چیزا اونو، هیچ منافاتی اینا با هم نه، برو داشته باش همه چی باید درست شه. ما همه انتقاد به مسئول بر چی میکنم که آقا بسازید مملکتو، منتها اون ساختن سر جای خودش. کمال من دنبال کمال تو وزیر راه و ترابری نیستم، تو باید جاده درست کنی، هواپیما درست کنی، فلان درست کنی، کمال و آموزش عالی درست میکنه، تلویزیون درست میکنه، وزارت ارشاد درست میکنه،
حوزه علمیه درست میکنه، شبکه حیات و مساجد درست میکنه، پدر مادرها، خانواده ها، انجیو های فامیلی، غیر فامیلی، اینا درست میکنن. فرهنگ که اینو میسازه، شعر کمال میاره، نقاشی کمال میاره، موسیقی کمال میاره، فیلم کمال میاره، ترانه کمال میاره. یه سری هنرم نمیتونم بگم، شما قائل نیستید بهش که اینا هنره. تو هنر ساخته میشه انسان، چون تو هنره که احساسات تو درگیر میشه، هنره که با احساسات تو حرف میزنه. بعد اینو رها کردی، گفتی کمال در چیه؟ برج های فلان. خب بابا بساز، اینا همسایه ما ساخته، خیلی هم خوب ساخته، خیلی خوب ساخته. من دو سال پیش رفتم، بچه ها میگن الان بری باورت نمیشه، بی نهایت زیبا ساخته. اما آدم ترسوی اونجا هنوز ترسوه، آدم بخیل اونجا هم هنوز بخیله، آدم بددهن اونجا هم هنوز بددهنه، آدم چه میدونم متکبر اونجا هنوز متکبره. با این چیزا تکبر از بین نمیره، حسادت از بین نمیره. یا آدم ترسویه نشسته پشت چه میدونم قوی ترین اسلحه جهانی، جرأت نمیکنه دکمه بزنه، اینقدر بزدله. حالا بزدلم یه اصطلاح ها، بز ترسویانه شو نمیدونم، اصطلاح میگیرید حرفو؟ میخوام بگم مگه دنبال کمال چیه؟ از ترس به شجاعت برسی، از خساست به سخاوت، از حقارت به بزرگمنشی، به کمال دیگه ها، از ترس به شجاعت. کمال این حرکته، اون وسایل اینو واسه تو نمیاره. پشت ایمنترین ماشین دنیا نشسته یه جوری فرمونو گرفته، انگار مثلا بچه دیدی میترسی باباشو میگیره اینجوری، چیکار میکنی عزیزم؟ ماشین امنیتش خوبه، خب راحت بشین. بعد طرف هم پشت نیسان تو این جاده های چالوس یه جوری میره، یعنی انگار پشت امترین ماشین جهان نشسته لامصب. این اگزوزش هم بدون از این کوتی شیرخشکا گشته، صدا هلیکوپتر میده، رد جوری میره. اینا پلیس نباشه، اینا قوقا میکنن. دیدی جاده رو یه طرفه میکنن؟ میخوام نیسان ها رو ببینی، همه بنز و بی ام وا میزنن بغل ترسه اینا. پس چطور تو بنزت باعث نشد شجاع بشی؟ نمیخوام بگم حالا کله خری مثلا شجاعت ها چیز دیگه داره، میفهمه چی میگم دیگه، تو مثال مناقشه نیست. میخوام بگم نمیترسه هیچی، نه ایربک داره، داشته باشه باز نمیشه، چون از زاویه درستی تصادف نمیکنه. شما درست تصادف کنی آخه بی شور، چرا اینجوری تصادف میکنی؟ 20 تا ماشین رفتین رو هم، مسخره بازی. زاویه درست بزن مثل ما از زاویه درست زدیم به پراید روبرویمون، که البته چراغ قرمز بود، اومده بود وسط چهارراه، راننده ما دیگه وای نستاد، اومد گذاشت وسط پراید، ایربک ماشین ما ریخت تو دامن این بزرگوار، ریخت بود. بعد من وسط اون دو ماشین تا وسط جمع شده بود، هم ما هم اونا، من برگشتم میگفتم ایربک باز شد، گفت حالا چی تو گیر دادی؟ من چه میدونم گیت شده بود، خوش گفتم نه میخوام بدم باز شد. خیلی آخه این گفتن آپشنشه، نگو اسمش ایربکه، اسمشه، قراری بس ایربک عمل کنه، اسمش ایربک. اینکه من که اسمم حسنه، مثلا که حسن تو کو، حالا میخوام من باد بشم؟ مگه به تو میگن حسن خیلی حسن داری؟ نه، خب منم اسمم ایربک، قراری باز بشم، به من میگن ایربک. اینگم از خرست خواهی ماشینه که ایربکش باز هم نمیشه که، چون زاویه تصادف که دست تو نیست. خب بعد صندلیش خیلی خوبه، پشت نیسان نشستین، انگار یکی سوغلمه داره میزنه تو کمرتون، انگار یه دستی همش اینجا تونه، خیلی چیز عجیبیه. فرمونش هم آره خیلی خیلی راه نداره. میگم خب چرا آقا آدم شجاع بشینه پشت پیکان، آدم ترسو بشینه پشت بنز، پشت بی ام و، پشت چه میدونم هر چی که میگه چیزه، نه این ترسش درست میشه نه این ترسو میشه. شما به آدم بخیل پول بده سخاوتمند میشه؟ پول از آدم سخاوتمند بگیر خسیس میشه؟ گفت تو کمین نشسته بودیم،
کمین یه چاله درست میکنن، میرن دو نفر توش و خط دشمن رو دارن، میشه چاله کمین. یه چیز خواسته عجیب بود، میگفت تو چاله کمین نشسته بودیم بارون گرفت، گفت چاله بود دیگه، آب قشن میمه زیر پام. گفت این رفیق من این چفیهش رو باز کرد گرفت رو سر من. گفت همش گفتم داش مسخره میکنی؟ گفت چی؟ گفتم تا کمر تو آبی پنه گفتی رو سر من. خب من فکر کردم چیکار باید بکنم، جلو آب رو که نمیتونم بگیرم، ولی گفتم این بارونه نخوره تو صورتت، یه ذره اعصاب خرد میکنه اعصاب آدم رو، این کارو میشه برات بکنم. اصل حرف میدونی چیه؟ این تو نخ اینه که یه کاری برای این بکنه. هیچ کاری نیست که به تنها کاری که تونسته بکنه این که یه کاری کنه مستقیم بارون تو صورت این نخوره، تنها کاری که میتونه بکنه همینه و این کارو کرده. ولی آدم بی موالا تمام امکاناتو بهش بده، طرف تصادف کرده، اینم داره چه موبایلم داره، خب یه زنگ وایس زنگ میزنه 115 دیگه، امین اورژانس 115 دیگه، رد میشه میره، این خیالش نیست، موبایلش هم داره، وقتش هم داره، آشان میتونه بزنه بغل اصلا پیادم نشو، تو کاری ازت نمیاد که بلد نیستی که. یه زنگ میزنه 115، آقا اینجا تصادف شده، این خورده زمین یکی اینجوری شده، اورژانس بیاد. نمیکنه این کارو. حالا خانوما گیر ندینا، ببین حرفا منو چماق نکن تو سر مرداتونا، من اون ورش هم بلدم بگم ها، ولی مردایی که دارید حرف منو میشنوید، فکر کن آخرین باری که سر سفره خانمتون تشکر کردید کی بوده؟ اصلا تشکر نیست تو مرام بعضیا، اصلا تو صرافتش نیست. اه تشکرم با همی کردیم؟ نمیدونم، خودت میدونی. حالا بهترین سفره رو بنداز جلو کسی که منظور نداره، نمیبینه خوبی رو، نمیبینه سفرتو. حالا یه لیوان آب بده دست کسی که میبینه محبت دیگرانو، 4 سال بعد یه جا میبینده، آقا نوکریم، آقا ما، آقا خیلی غلامیم، چه اون روز ما تشنه بودیم، شما یه لیوان آب، ای تو یادت نرفته بعد 4 سال؟ نه یادش نمیره. میدونی حرف چیه؟ میخوام بگم ما راجع به کمال مگه حرف نمیزدیم؟ مگه نگفتیم کمال یه امر درونیه؟ باید ببینی زبان مواجهه با درون چیه؟ ساخته های تمدنی چون برآمده از حس، هیچ ارتباطی با احساس نمیگیره. ساخته های تمدنی، کلمه رو دقت میکنه چه جمله گفتم؟ خدای خیلی راجع بنیم سیاد، خودم یادم نره، خیلی جمله مهم بود، جمله خیلی خوبی بود. ساخته های تمدنی چون برآمده از حس، احساس تو رو درگیر نمیکنه. گفتم به شما دیگه، حس حواس پنجگانه تقویت میشه، علوم رو به وجود میاره، تنظیم میشه، تدوین میشه، دریافت های حسی تدوین میشه، علوم رو درست میکنه، بچه میزاد، تکنولوژی توسعه پیدا میکنه در یک جغرافیا، تمدن رو میسازه. از اون بر احساسات، برداشت هاش رو از عالم میریزه تو ظرف کلمات، کلمه هنر رو سیراب میکنه، ادبیات ریشه تمام هنر هاست و ساخته های هنری، ترانه ها، متل ها، شعر ها، قصه ها، نقاشی ها، مجسمه ها، ساختمون ها، هر چیزی که هنر درش به کار رفته، موسیقی ها، فیلم ها، به میزانی که در یک جغرافیا گسترش پیدا میکنه تبدیل میشه به چی؟ فرهنگ. پس ساخته های فرهنگی احساس رو درگیر میکنه و کمال چون در درونه، یعنی راجب احساسات داریم حرف میزنیم، فقط با ابزارهای هنری، ابزارهای فرهنگی انسان به سمت کمال حرکت میکنه، نه با ساخته های تمدنی، چون احساس تو رو درگیر نمیکنه. ترسوترین آدم جهان قفلو میسازه که بر ترسش غلبه کنه و نمیتونه، چون ترس و هنر از بین میبره، چون ترس یه احساسه، یه حس نیست.
اون میره با ساخته های تکنولوژی حس رو مدیریت میکنه، میگه بابا این احساسش مشکل داره. امترین لباس موتور سواری رو تن یه شخص ترسو بکن، بشونش پشت یه هوندا 125، ببین میتونه حرکتی بزنه. بعد یارو با شلوار کردی نشسته رو موتور 1000 میکنه، میگه بابا این احساسش مشکل داره. امترین لباس موتور سواری رو تن یه شخص ترسو بکن، بشونش پشت یه هوندا 125، ببین میتونه حرکتی بزنه. بعد یارو با شلوار کردی نشسته رو موتور 1000 یه کاری میکنه، انگار امترین لباس جهان تنشه. مثلا دی لباسا میخورد زمین بات میکنه فلان این حرفا. تو لباس کد شلوار شیش خشتک، یه شلوار خانواده بود زمان ما بود، بودن شیش خشتک، مثلا بچه‌ها همه توش جا میشدن دیگه بودن. مثلا میرفتیم موتور سوار، یکی اومد بیرون، ای داداش من اینجا بودم، ای تو اومدی با ما، منم بودم، آره تو هم بود. میگیرید مطلبو؟ ببین خیلی حرف مهمی ها. میره چیکار میکنه این حرف که باورش کنی؟ اگه ببه حالا تو زیستتون بهت نگاه کنید دیگه، خب اینجوری باشه. برای کمال دنبال ابزار تکنولوژی نمیگردی، دنبال ابزار فرهنگی میگردی. منافات نداره با تکنولوژی ها، فقط بدون اون برای تو کمال ایجاد نمیکنه. باشه بهترین ماشین خوب سوار شو، باشه، این که اشکالی نداره که. ولی اگه ترسویی میخوای شجاع بشی، با تغییر مدل ماشینت چیزی عوض نمیشه. آقا خونه رو ساختیم ضد 8 ریشتر، ترس تو رو درست نمیکنه. خونه تو 8 ریشتر که ضد 10 ریشتر بساز، استانداردها رو رعایت کن، بتره کن، هیچ مشکل ندارم. ولی اگه ترسویی با اینکه فونداسیون نمیدونم بتون آرمه بریزی و نم حتی فکر میکنم ولش کالا بحث معماری بماشید، هرچی یه ساختمون، هرچی ساختمون تو ایمن هم بسازی، اگه ترسو باشی ترست برطرف نمیشه. با اینکه ترس تمام اونا رو ساخته ها، اما دوای ترس ساخته های خود ترس نیست. باید بری ببینی احساسه چی کار میکنه. ساخته های تکنولوژیک که نمیتونه بیاد مشکل احساس ترس تو رو حل بکنه که، چون اونو بر اساس حواست ساختی نه بر اساس احساست. میگه من ترس از ارتفاع دارم. اینکه رو ارتفاع و نری وایسی هیچ وقت ترس تو رو نمیریزه، فایده نداره. 10 تا از این کمربند ایمنی هم بهش ببن، رفته رو پل شیشه ای افتاده زمین کپ کرده نمیتونه بلند شه، میگن اصلا شیشه بزرگ اصلا نمیفتی پایین، نمیتونه، ترس از ارتفاع داره. 10 تا از این زنجیرها بهش بستن و میگن اصلا ما بستیم به تو این شیشه که اینقدر قدرشی اصلا نمیشکنه، این هم که ایمنی بهت بستیم، ببین ببین جلو تو بچه رفت اون رفت نمیتونه بره، ترس از ارتفاع داره. جلیقه نجات و چه میدونم، مثل اینکه ترس از پرواز دارن، میگه خانم آقایون نمیدونم در موقع خطر دو درد در جلوی هواپیما، دو درد در بغل هواپیما، دو درد در انتهای هواپیما هست، از این خطا پیدا میکنید جاتون رو فلان. بعد هواپیمای ترمزش کار نمیکنه، میره تو اون باقالی های فرودگاه مهرآباد. بعد اولین کسی که فرار میکنه همینه که داشت میگفت خودتون رو کنترل کنید. اینکه تو میدونی چند تا در خروج داره، در اضطراری کجاست، جلیقه نجات زیر صندلیتون هست، اینا رو نبرید، اینا توش چیز داره، سنسور داره، رفیق عزیز من نکن این کار رو، آب رو ما رو بردی بابا. کجا میخواستی جلیقه نجات میخواد چیکار؟ آره فکر میکرد جز اشانتیمون پرواز. چه بوغی هم میزدین در هواپیما، خجالت به آقا، یه دونه جلیقه هستی که همه پول ما رو گرفتید ندادید، یه جلیقه نجات نهار هم که ندادید چتونه؟ میگه کروناست نهار نمیده بعد آب میده. گفتم ما بغلم تو شکم هم نشستیم کرونا نمیگیریم، غذا بدیم ما میمیریم الان یه دفعه، دست بغلی تو شکم من بود انقدر صندلی تنگ بود. گفتم یعنی دستش کرونا نداره این شکم من خانم چجوریه؟ خودش بنده خدا حالا مهم نیست. میخوام بگم جلیقه نجات نه، یه دوستی داشتم ولش کن حالا چرا آبریارو ببرم، همه میدونم من کیو میگم، تو پرواز اینا
جلیق نجات زیر صندلی بر ترس تو کاری نمیکنه. یه جوری میترسی نمیتونی اونو باز کنی. میگه در زمانی که هوای داخل کابین تغییری بکنه، از سقف ماسک اکسیژن میاد، این رو به سمت خودتون بکشید، روی اینجوری روی دهان و بینی خودتون. ببین هوا عوض میشه، این اصلا یه جوری رعشه میگیره، یکی بعد برای نمیتونه. چی میگی؟ آقا شما غواصی رفتین تو دهنه تو دیگه نفس میکشی فوت میکنی تو خودش، خفه نمیشه که. ولی شما یه آدمی که ترس داره رو اگه تونستی ببرید یه متر زیرا، میترسه نمیتونه. یا نه میاریش برای آقا چی شد نبودم. بابا این اصلا کار این تو دهنت، در لباتو ببند اینو گاز بگیر بکش فوت کن تو، هیچی نداره که. بعد میرسیم آقا میگه اصلا من نمیام، نمیخوام برم، پولم هم حلالتون باشه، نمیخوام. حالا ما که پس نمیدیم پولتو دیگه، تو رو حالا چی میگی تو؟ میترسه دیگه. آقا این اکسیژن باعث نمیشه ترس این از خفه شدن و آب برطرف بشه. این پس مفهومش نیست که بدون اکسیژن برو زیر آب. نه برو، ولی بدون اگه به ترسی این اکسیژن چیزی به تو کمک نمیکنه. ترس تو یه جا دیگه باید حلش کنی. این خیلی حرف مهمیه. حالا شما زندگی تو میخوای بذاری رو کمال، باید بذاری رو خونه بزرگ یا رو دل بزرگ. داشتن سخاوت نمیاره، ولی سخاوتمند هرچه داره به دیگران میبخشه. حالا تو دنبال کمالی، باید دنبال داشتن باشی یا دنبال سخاوتمند بودن؟ قفل و پسورد و فلان آدم ترسو رو شجاع نمی کنه. حالا تو دنبال شجاعت میخوای بری، دنبال قفل و رمز باید بری یا یه راه دیگه باید بری؟ این خیلی کمک. آقا یه دروغ به شما گفتن، یه دروغ بزرگ به شما گفتن. گفتن کمال داشتن این امکانات تمدنیه، بعد تو برای کمال دنبال اونا میری. بابا همونا که دارن کمال ندارن. من بمب اتم نزدم هیروشیما ناکازاکی 100,000 نفر رو بکشم، ولی یه نفر زد، یه دم برش کف زدن. تو وسط اروپا اون کسی که توی بوسنی هرزگوین اون کثافت کاری ها رو کرد، من نبودم. همون آدم هایی بودن که داشتن تو بهترین امکانات زندگی میکردن، ولی وقتی وارد روستایی شدن که کسایی که مخالف اینا بودن، به صغیر و کبیرشون رحم نکردن. برید اعتراف های سربا رو بخونید، ببینید با دختر و پسر بوسنیایی چیکار کردن. تازه هموطن بودن. چند وقت قبل یه کشور بودن، یه دفعه شدن یک داستانی. یوگوسلاوی بود، پاشید از هم دیگه. طرف میگه همسایه بغلی داماد اینا بود، اومده سر پدر زنه رو بریده همون شب. حکومت که به هم خورد، گفت کیناشو خالی کرد رفت، زده پدر زنه رو کشته رفته. شیر تو شیر شده دیگه. خب اون که وسط اروپا بود. نه حالا تو اروپا آقا بله فرهنگ هست بکن. اون چیزی که تو اروپا تو دنبالش باید باشی برای کمال، بینوایان ویکتور هوگوه، نه برج ایفل. اونی که شجاعت میده، اونی که جلو ظلم وای میسی، اونی که توبه میکنی، اونی که توبه کننده رو میبخشی، بینوایان ویکتور هوگوه. نه اون برج آهنی ایفل، نه اون این کارو با تو نمیکنه. حالا نرم به تماشاش، برو، ولی بدون اون چیزی که تو دنبالش باید باشی اونه، نه این. ساخته های فرهنگیه. اونها کمال ایجاد میکنه، چون اونها با احساس تو در ارتباطه. پوشیدن لباس برند فلان از تو یک انسان جنتلمن نمیسازه. میتونی برند فلان تنت باشه، کمترین میزانی از شعور انسانی رو نداشته باشی. چند ماه شاید بعضی از مجلات اروپایی گفتن این مانکن‌هایی که از لباس‌های از پوست حیوانات بپوشن رو ما تبلیغ نمی‌کنیم. چند وقته، یعنی یه سال نشده. یه چند تاشو من، حالا بعضی شاید قبل‌تر بودن، ولی تو هم یه سال اخیر من دو سه تاشون دیدم دیگه این کار نمی‌کنن. یعنی طرف لباس تنش کرده از مثلا پوست چه می‌دونم سمور، پوست راسو، پوست روباه، پوست فلان.
این $1,000 هم پول این لباسه. و بعد تو فکر میکنی رسیدن به اینکه بعد یه سوال هم براش پیش نمیاد، خب این حیوان رو چجوری کشتن پوستش رو تبدیل کردن به یه لباس؟ بعد بری فیلماشو نگاه میکنی، زنده زنده حیوان پوست دارن میکنن که بافتش نرمتر باشه، یعنی حیوان زنده پوستشو داره میکنه که یه لباسی درست بکنه که فلان مدل فلان مثلا توی امریکا یا توی اروپا اینو تنش کنه. بعد تو فکر میکنی تن کردن اون لباس تو رو میکنه یک انسان جنتلمن. بابا خیلی بیشعوری میخواد، خیلی قساوت قلب میخواد، خیلی رزالت میخواد آدم به یه همچی چیز، اصلا این چیزها رو برند بدونه. ولی هست نه که حالا ما خیلی تمیزیم و اونا خیلی کثیفن و همین مقداری های خود ما بدید حالتون به هم بخوره، شاید دیگه اصلا مرغ نخورید. مقداری های صنعتی، گاوداری های صنعتی، کشتارگار های صنعتی برید حالتون شاید به هم بخوره، اصلا به فرهنگتون نخوره. تو فرهنگ ما میگه آقا جون میخوای مثلا یه حیوانی مثلا ذبح بکنی، میگه این حیوان رو جلو اون حیوان ذبح نکن، میگه گناه معصیته. تازه گوشت و غذا نمیدونه، دارو میدونه، میگه داروه. الان صبح برید اینو پخش کن، گفت گوشت داروی غذا نیست. خان ببین پدر سوخته ها دارن تدوین، بابا ولم کن جون مادر، برو بخور. چیکار این حرف، من یه جای فرهنگی دارم حرف فرهنگی میزنم، تو مخت دنبال اینه که فوش بدی به جناح فلان جناح فلان، زمان شام به شاه فوش میدادی، الان هم به اینا فوش میدی، اگه قاجار هم بودی به قاجار فوش میدادی، بعد اینا مرکی باشه به اونا فوش میدی، تو میخوای فوش تو بده برو. خب قاضی یارو شد که میخواد میخ بخره تو داروخونه، گفت کارتو بکن برو، نه ما میخ داریم نه تو اومدی دنبال میخ، دستشویی داری دستشویی کن برو. مرد حسابی، من یه چیز دیگه دارم میگم، تو ذهنت سیاسی هرچی من میگم فلان میکنی، به من چه بره وزارت جهاد چم دولت فلان بده گوش بیار مف بده به مردم بخورم، به من چه، من چه کاری کارا دارم؟ یه چیز دیگه دارم به تو میگم، میگم اگه غذا میخوری تو بیرحمی نخور. و همی داره ماهی رو زنده زنده میگیره، چاقو میزنه بهش میکنه تو روغن، کلهشو میگیره میکنه تو روغن، بعد بدن این بدبخت میپزه، بعد میذاره تو ظرف تو دهنش میگه ها این یه غذا. بابا تو کسافتی، بابا تو انسان نیستی، این چه رزالتیه؟ نصف بدن حیوانو پختی بعد بخوری که چه کساف، این چه کسافتکاری میکنی؟ میگم به کسافت نخور، به ظلم نخور، به قساوت نخور. حیوانو جلو حیوان سر نمیبرن. بعد پاشون میشه میره حج، نم در صحرای منا کجا کجا میرن قربانی میکنه، چند هزار گوسفند رو جلو هم سر میبرن. تو این دو به خدا داری نزدیک میشی؟ تو ذره شعور داشته باشی این کار رو نمیکنی. حیوان رو جلو حیوان سر میبرن همجوری. بعد اولا که گوشتاشو میریختن دور، یادتونه مثلا تو کوره میسوزوندن، کاری نیستن بکنن. حالا الان یخچال میارم و هم دارم میدم مثلا به فقرا فلان کجا. ولی کشتن حیوان جلو حیوان انسانی نیست. تو از تو که گوشخاری، حالا که گوشخار نیست که، حالا اون یه چیز دیگه من کار بونم. آ گوشخاری میخوام بگم، گوشخار مگه نیستی؟ مگه معتقد نیستی که اینا حلاله فلان؟ باشه آخه حلاله، منم قبول دارم، اصلا حلال خوب. به قساوت این کارو نکن. تو فرهنگ ما گفته مرغ خونگی خودتو نخور. میگه برای تخم میذاشته، بچی میخوری اینو؟ بعد مرغ خونگی خودشو جلو خروس تو خونه خودش سر میبره، گاوی تو. چیکارا چیه؟ ولی میگه رفته حج، حاجی اومد، حاجی آقا قساوته بده. باشه گوش تو اصلا برو قربانی کن، درست مثل انسان بهداشتی و انسانی، نه که جلو هم حیوانو سبب، برو به همه فقرهای محلتون گوش بده اگه مردی. من دارم قساوت این کارو میگم که جلو چشم بچه حیوانو سر میبری دست و پا میزنه، اینو میگم زشته. اومده میگه خلاف فرهنگ ابراهیمی، فاتو شدی متوفی از ابراهیم، فقط مونده بود حضرت ابراهیم از باشه شکایت کنید، نکرده اون میدونه. با اینکه با ما بذارید باشه، فامیلی ما دیگه، اجداد هم حساب میشیم، اینو بذارید برای ما بمونه، من بهش علاقه دارم. میگیری حرفو؟ ببین احساسات حواس پنجگانه، ساخته هایی که ریشش
نیست. تو تمام ادیان روزه داریم ما، حتی ادیانی که ابراهیمی نیستن، یعنی تو بودا هم میری روزه داره. چرا؟ بین خواست و خواسته فاصله میندازه، لذت ایجاد میکنه. از اذون صبح تا اذون مغرب چیزی نمیخوره، فاصله میفته بین خواستش خوردن و خواستش خوراکی، بعد افطاری بهش میچسبه. چرا مسافرت حالتو خوب میکنه؟ اتفاقا تو مسافرت بین خواست و خواستت فاصله میفته دیگه. همه جا یخچال نیست، همه جا تلویزیون نیست، همه جا اینترنت نیست، همه جا ماکروفلان نیست، همه جا چای فلان، همه جا نیست، این امکانات نیست. بعد فاصله میفته بین خواست تو و خواسته های تو. حالا یه جا رفتیم وسط بیابون، دیدیم یاروی کوزه ای رو گذاشته، چه میدونم میذاشتیم زیر این کلهی که چی بود اونجا. بعد میگه حاجی ما خیلی تشنه می، دور و برم مغازه نیست آب معدنی بخریم. بعد میگه بیا من کاسه آب بدم. یه کاسه آب بد میده میخوری، یه جوری لذت میبری، یه جوری کیف میکنی. خود طرف تعجب میکنه، میگه این شبیه چون جوری هم دیوونه هن. اینو آب معدنی با 80 طریق مختلف اینو بشتی چیزش کردی، چیش میگم فیلتر بردینم تصفیهش کردی فلان، بعد گذاشتی تو جیا یخی، یخ تو ظرف دربسته که بو هم نگیره فلان اینو. بعد ما اینجا تو این کوزه سگمون هم اومده مثلا لب زده بهش، فلان بهش آب بدیم، چه حالی میکنه؟ اینو کی هن دیگه؟ واقعا اون فکر میکنه ما دیوونه ایم، چه اینجوری هم. بعد خدا نکنه که مثلا بگه که گشنتونم هست، آره بشین آقای مشکر رو میاره، میدونید که یه ذره ماست میریزن توش با شیر مثلا گوسفند یا شیر گاوی چیزی میبندن روی الاغه که با چیز میره، با گله میره، یه تکون میخوره، ماسته با شیره با هم بهش میگن گولماس، کره جمع میشه روش، بعد میریزه تو ظرف، کره میاد توش. خب همین کره که تو خونتون میخری مگه هموناست دیگه؟ چه فرقی میکنه؟ همین کره بسته‌ایه که میخری هموناست. نه این شیر رفیق ما رفته بود یه شهرستان سخنرانی اینا، بعد بهش بادنجون داده بودن یه مقدار بادنجون میکاشتن، بعد اوورده بود میگفت بادنجون اوورده فرم، گفتم خاله این چه فضیلتیه مثلا تو مغازه سر کشم، گفت اینا طبیعیه، گفتم اینا مصنوعیه. یعنی واقعا فکر کرده بود یه چیز خاصی اوورده واسه ما، نمیبری طبیعیه. گفتم من آخه آدم دیوانه، مگه اونی که تو مغازه میخری مثلا مصنوعیه؟ گیاه دیگه، چه فرقی میکنه؟ حالا سیگه ارگانیک غیر ارگانیک، حالا ارگانیک نبودین که تو برده بودی، اینم کوچیمیایی دادن چه میدونم جهاد کشاورزی داده ملت ریختن تو مزارع، داغون کردن کشور با کوچیمیایی. ولی چرا این گول ماسته بهت مزه میده وسط بیابون؟ هیچی گشنت بوده عزیزم، غذا گیرت نمیده بوده، به چون تو خونه کسی میدی در یخچال با میکنی دوباره میره میشینه با کتاب کامپیوتر دوباره با میکنه. خدا وکیل حساب کن روز چند با در یخچال باز میکنید. قدیما که بچه بودیم قفل داشت یخچال، یادتون ننامو قفل میزن، خیلی خوب بودن باید در یخچال با میکنه. خب همیشه همه چی هست، میل و قدیما بیا نهار بخوریم، نهار بخوریم. یا صبح تا حالا 200 بار رفته سر یخچال چیزی برشته خورده، نهار چی بخوریم؟ انگار رسمه باید نهارم خورد. بی میل میشینن سر سفره. ما بنده خدایی خیلی سال پیش چون بود فکر کنم الان فوت شده، نه ان شاء الله زنده باشه، من چیکار دارم اون بنده خدا، داستان میخوام تعریف کنم مرده باشه، چرا مرده باشه، زنده شه. بعد این خیلی وضع مالیشون خوب بود، منم اول بود سخنرانی میکردم، بعد این هم چی شده خوشش اومد و من گفت میام بریم برای بچه‌ها من صحبتی بکنیم، گفتم. بعد من خودم اون موقع مثلا اصلا ماشین مدل بالا ماشین با پژو جی ال ایکس مثلا یه اتفاق عجیب بود، من اولین بار سوار شدم این داشبوردش دم اینجوری موج داره، مثلا یه رو به موج این نگاه تا رو پیکان سوار شدم اینجوری تو دهنمون بود این داشبوردش، این موج داره، موج داره، باورم نمیشه داشبورد مگه میشه اینجوری باشه، داشبورد باید بالاش 16 تا کتاب جا بشه، دیدی قرآن میذاشتن کتاب میذاشتن، اصلا تاخچه بود واقعا،
مثلا یه چیزی اینجوری. آقا یه ماشین خارجی که پژو نبود، یعنی من آخرین ماشینی که دیده بودم اون موقع جی ال ایکس بود، این یه ماشین خب بعد آلبالویی یه چیز عجیبی. حالا خودش هم یه آدم ریشا جوگندمی بازاری هم بود، کت شلواری پشت فرمون. من یادم من اینور نشسته بودم یه موتور گازی، موتور گازی ها یادتونه چی بود؟ هوندا بود چی؟ نه هوندا نه، موتور گازی که رو روغن میریختیم تو بنزینش باید میریختی توش، یاماها بود؟ رکس نبود نه، یه چیزی آره، یه موتورایی بود صندلیش اینجوری مثلثی بود اینا. یارو بعد ترک عقبش هم یه آهن خیلی ناجوری بود اینا، این دو ترکه پشت چراغ قرمز وایسادم. بعد یارو اینجوری منو اصلا ماشین رو دید و منو فکر اینم راننده منه. گفتم داداش من بچه قومم، اصلا این ماشین من نیست، ما رو این حاج آقاست داریم خونه شون. دیدم الان داره به همه اجداد من چه. بعد میگفت نه ما راننده حاج آقایم. گفتم آقا چی راننده داره به با من فوش میده رانندش؟ گفتم آقا به خدا مال اینه، مال من نیست. این باور نمیکنی سر تکون آخوندار ببینم بابا من به خدا مال اینه. اینم میگفت نه حاج آقا ما راننده شون. گفتم بابا این فوشا که میگه مال تو ماشینم مال خودت. ما رو برد خونه شون. بعد خب درز ما خونه ما چجوری بود؟ ما بابامون میومد همه میریختن بچا بابامون فاجوری اینجوری بود. ما رفتیم خونه کلید انداخت درو وا کرد و رفتیم تو خونه اینا، رفتیم نشستیم مبلی بود اینا، من نشستم و خودشم نشست و اینا و یه ذره خب چه خبر ها چه خبر فلان رفتیم تو خونه شون. بعد یه دفعه یه دختره از این اتاق اومد اینجوری رد شد رفت باش بس خونه وسطایی را برگشتید ما اینجا گوه شما اومدین؟ گوه بله بله ما اومدیم. گوه اومدیم گوه حالا بود یه چیزی هم سرت کن بیایی آجو خواهی ما باش. بعد رفت به جان خودم انگار خیلی عجیب بود. میگفت پشه نشسته برو چناره بهش گفت صف بشه من میخوام بلند شم. گفت به جون داداش نشستیم من نفهمیدم اصلا انگار این آدمه باباتون اومده لامسته. بعد رفت توش بس خونه اصلا حواسش نبود که حاج آقا هم اینجا بود و رفت آب برداشت اومد و رفت و بعد اومد. بعد از اون اتاقه یکی دیگه اومد اون گفت بابا یه خونه یخی. بعد یه سفره انداخت من اون موقع، حالا الان تقریبا چیزی نیست که من نایده باشم تو سفره غذا، واقعا یه چیزاش اون موقع من نایده بودم ولی نمیشد بخوری، خیلی یخ بود زندگیشون، خیلی عجیب بود، یخچاله به تمام معنا. یعنی بعد کافشه میکوشتی میرفتی تو خونهشون انگار نگاه این بابام. بعد بهش گفتم چی میخونه؟ گفت نه من دانشگاه تهران. گفتم خب ببینم اونجا 10 تا رشته 100 تا رشته است. گفتم دانشگاه دیگه آقا دانشجو رشته دخترش نمیدونه چی هنوز. خب ببینم این امکانات عاطفه آورد کو عاطفت بس شخصیت آورد محبت آورد نه هیچ کدومش نیورد نه نمیاد هیچ کدومش نمیاد. ما از کمال صحبت میکردیم، کمال یه امر درونیه، درون یعنی احساسات تو، خواستهای تو، تو با ملازمت بین خواست و خواسته در جسمت خواست تو از بین بردی، خواست مادی تا بین رفته، کجا میخواد احساساتت غلیان کنه؟ اینا به هم ارتباط داشت. اصلا احساسی نداره بهت میگه چی منو شاد نمیکنه. بعد اون خیلی چیز خوبی هم هست، 10 بار تا حالا به من گفته، هم خودت رو میگم که داری گوش میدی، گوش میده هر شب گوش میکنه شب جمعه هایی هم میگه هیچی منو شاد نمیکنه. خیلی بده که هیچی شادت نمیکنه. من یه هفته ماشین تو دستم بود خیلی حال داد، خیلی خوب بود. آقا بی ام و خیلی ماشین خوبیه، خیلی حال داد. خب نبوده من سواش من لذت بودم، تو چرا لذت نمیبری مردست؟ بعد وقتی لذت نمیبری در جسم، در نیازهایی که باور کردی نیاز توه، احساساتت هم همین بلا سرش میاد، خواست طبعه میره، راه کمالت بسته میشه بابا، راه کمالت بسته میشه، نمیشه دیگه باید حرف زد. اینایی که غرق شدن در دنیا، در مادیات، در ساخته های تمدنی، باید از بکنی از تو اینا ببریشون بیرون، بکنی واقعی نه علکی، چون ادا در میارن. پر هم میشه میره پایین شهر مثلا توی قهوه خونه میشه مرد حسابی، حساب مالیت 1000 میلیارد توشه، این ادا چیه؟
باید کلن جدا بشی، جدا شدن واقعی. چرا امام سجاد زندگیشو با فقرا تقسیم میکرد؟ چرا نویسنده هری پاتر الان دیگه میلیونر نیست؟ خیلی زرنگه، چه زنیه، خیلی میفهمه. کتاب ازش استقبال شد، شد فیلم، شد میلیاردر، میلیونر، میلیون دلار چیزش بود. بعد اسمش رفت جز میلیونرهای جهان، تمام پولو بخشیده، اموالش هم میلیون اومد پایین تر. گفتن ایشون دیگه میلیونر نیست، الیس هست شد. خیلی زرنگ. واقعی باید از اینا جدا بشی تا خاصت دوباره زنده بشه، تا فاصله بین خواست و خواستتون لذت ایجاد بشه. وقت نیازهای جسمت که توش لذت بیاد، احساساتت هم دوباره زنده میشه. اینا به هم ارتباط داره. اصلا مسیر دسترسی به احساسات این هبوط بود، که اگه این هبوط نبود، اگه این باور تن نبود، اصلا نمیتونستی خودت رو ببینی. خودت رو دیدن اینجوری دیدن پیدا میشه، اینکه باور کنی محدودی، بعد به اون جمال نامحدود خودت نگاه کنی، بعد خودت بیای بیرون که خودت رو ببینی دیگه. میشه ثروتمند بود و کمالم رسید؟ یعنی که نه، ثروتمند سخته. سخته معمولا تو مسیرش. خیلی نمیدونم، خیلی انسان بزرگی میخواد، کار آسودی نیست. ببین، یک کسی ثروتمند نبوده، افقر حرکت کرده، تو حرکت ساخته شده، الان به ثروت رسیده، ولی احساساتشو داره چون یه روزی نداشت. اما بچه خود این مثل بابایی نمیتونه باشه، چون تو ثروت به دنیا اومده. اون مادیات رو بالاخره، اون احساسات جسمی و مادی رو برطرف میکنه و اون تموم میشه. خب میفته در هر صورت باشه. نه نه نه، شما اگه به احساسات دست پیدا کرده باشی، یعنی غلبه پیدا بکنی بر خواست تنه، دو وقت داستان دیگه است. میدونی نداشتن چیز خوبی نیست، کمالی نیست، داشتن هم کمالی نیست، شدن. حالا طرف، من دارم حرفم چیه، میگم ملازمت خواست و خواسته، چون لذت رو عبه میبره، خواست رو از بین میبره. خواست تنت که عبه میره، اصلا دیگه راه پیدا نمی کنی به خواسته های احساسی. یه وقت تو مسیر افقر حرکت کرده، احساساتش درگیر شده، یعنی لذتر هم برده از رسیدن، احساساتش هم در کنارش بوده، و اون وقت با اون ابزار فرهنگی تو جامعه احساساتش هم رشد کرده، یعنی خودش اندازه پولش گنده شده. میگن خدای هرچی به ما میدی با شعورش بده. یعنی چی؟ یعنی احساسم اندازه حسه رشد بکنه، این شعور غلبه میکنه بر این داستان. ولی اگه این رشد نکرده باشه، نه. گرفتی چی شد؟ دیدی میگن هرچی به ما میدی با معرفت بده، تو دعاها میگن خدا اگه مالم میدی معرفتش هم بده. یعنی احساساتم رشد بکنه، همچنان که حس داره رشد میکنه، وقتی این احساسات عالی میتونه بر این حس غلبه پیدا بکنه، بعد میبینی که نه، لذت رو داره و ثروت چشش رو پر نکرده. بعد میبینی که به دیگرانم حواسش هست، ترحم نمیکنه، محبت میکنه. صدقه دادن تو 90% وقت ترحمه، معصیت ثواب نداره. بله. اما یه وقت میبینی قرض دادن از صدقه دادن بالاتره، چون محبت، توجه واقعیه، ترحم نیست. حالا خیلی چیز داره، هیچ کدومش مطلق نیست. این حرفایی که میزنم این نیست که همه صدقه ها حرامه، نه، یه جا صدقه دادن چیز خوبیه. طرف هیچ راهی نداره دیگه، اصلا نمیتونی قرض بهش بدی، این دین رو نمیتونه ادا بکنه، منتها فهم شرایطش خیلی هنر میخواد، خیلی انسانیت میخواد، فهم شرایطش انسانیت میخواد، چون باید وقت بذاری برای فقیر. کی حوصله داره یه بسته غذایی رو بده بیام، با این بسته غذایی خرابش میکنی، حال مهم نیست براش، چون اصلا از احساسات نیومده اینجا، رزومه میخواد. بس سبت چون خیلی شد. آره دیگه، 11:30. خیلی به این جانم،
نه از رو محبت باشه درسته. محبت یعنی توجه عقلایی. ترحم حرامه. ترحم اینه که میخواد اینو بده برای خودش داره این کارو میکنه در اصل. شب عید به من زنگ زده یه سری بسته غذایی فقیر سراغ داری بدیم فقرا. گفتم فقیر همون کارمندات هم تو کارخونت داداش. تو حق همه اونا رو خوردی. حقوق درست به اینا نمیدی که. زن استخدام کردی کمتر حقوق بدی. بده به اونا. بعدم قرار عید کجا بری عشق و حال؟ میخوای عذاب وجدان نگیری؟ یه چیزی بدیم فقرا که میخوام عشق و حال عذاب وجدان نگیری. تو اگه واقعا دلت به فقرا میسوزه پس به کارمندات ظلم میکنی. پس چرا حق اینا رو نمیدی؟ چرا عیدیشون رو درست نمیدی؟ چرا سنواتشون رو درست نمیدی؟ چرا حقوقشون رو درست نمیدی؟ چرا بیکاری میکشی ازشون؟ قرارداد یه چیزی میبندی، پرداختی یه چیز دیگه است. ازشون صد جور چک و سفتم گرفته که به شکایت نکنن. بعد تو کار خیر اومدی بکنی؟ امکان نداره کسی بخواد کار خیر واقعا از درون بخواد کار خیر بکنه و راه درست رو بهش نشون ندن. ما هرچی گمراهی میریم از خودمون میریم، هرچی تاریکی میریم از خودمون میریم. فالهمه و فجوره و تقوه. مگه میشه خلاف بکنی از درون بهت نگن خلافه؟ مگه میشه دنبال نور باشی و به تاریکی برسی؟ ادعونی استجب لکن. یا این آیات دروغه یا تو دروغ میگی، یکی از این دوتا. مگه میشه ما دنبال نور باشیم و به نور نرسیم، به تاریکی برسیم؟ مگه اینکه یه جا خودمون عمدن لغزش کنیم؟ جهنم یعنی گناه عمدی، یعنی تخلف عمدی، سقوط از عمد. مگه نه سهو که کاری باید ندارن که سهوان داشته راه میرفته یه مورچه له کرده، نه عمدن پا گذاشته رو مورچه. این گناه، این عمده گناه، سهو که حالا سهو پیش میاد دیگه. هر چی تو این عالم بخواید همون میاد سمتتون. نور بخواید نور، ظلمت بخواید ظلمت. این که قرآن میگه یهدی من یشا و یضل من یشا. گمراهی میخوای گمراهی، نور میخوای نور. میگه خودت میخوای، تو میخوای، تو میخوای هست. پیامبر فرمود کسی آمرزیده نمیشه که آمرزش نخواد. مگه میشه آمرزش بخوای آمرزیده نشی؟ مگه میشه در بزنی در رو باز نکنن؟ مگه میشه خدا بگی جوابتو ندن؟ مگه میشه دنبال نور باشی به نور نرسی؟ مگه دنبال حقیقت باشی بهش نرسی؟ امکان نداره، امکان نداره. در و دیوار به اذن الله. این که گفت به ملائکه گفت سجده کنید، میگه فسجدو، همشون سجده کردن. ملکوت آسمان و زمین یعنی چی؟ ملکوت آسمان و زمین در اختیار تو هم، در خدمت تو هم. پیامبر فرمود یا علی ان الملائکه لخدامون و خدام و محبینا. ملکوت آسمان و زمین خدمت به تو میکنن. حالا ملائکه چی؟ یعنی بال میزنه اینا نیست، اون صحبت داره. تصور اسطوره‌ای تو ذهنته که بال دارن و دم دارن، چه میدونم خوش زنن. حالا معذور ملکوت، معذور قوای ملکوتی دارم عرض میکنم. میگه خادم شماست، خادم انسانه. در و دیوار عالم به اذن الله خادم شما. مگه میشه دنبال آدرس بگردی بهت نگن کجاست؟ ما گمراهی میخوایم عداشو در میاریم، عدای کسایی که دنبال نورن. میگه حاجی ما خیلی تلاش کردیم نشد، ولمون کن بابا. چی داری میگی؟ ما حال فهمیدن نداریم، برای همین ازش فرار میکنیم، حالشو نداریم. آقای بهجت خدا رحمتش، خدا همه گذشتگان رحمت کن، همه دستشون هست. اللهم ادخل الی اهل القبور از سرور، همه گذشتگان ببخش و بیاموز. بخیل نباشید. همه آج کار دارید، چی بوده به ما چه؟ همه گذشتگان باشون. میگفت ایشون میگفت فرق ما با سلمان میدونی چیه؟ گفت اون حال داشت آدم بشه، ما حالشو نداریم. گفت یارو مفتش اومده بود بهش گفتن که این مفتو بگیر. گفت ما حال داشتم بگیرم میشتم بالا. یعنی میگه تو بیا اینو بگیر. حالا یارو اومده گرفته میگه فین کن. میگه ما حال داشتم فین کنم. میشه بابا منم به جات فینم من بکنم به جات. تو روز چقدر وقت میذاریم برای فهمیدن اینکه کی هستیم، ز کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود،
به کجا میروم آخر ننه ماهی وطنم. وقت میذاریم براش. امرم فهم خدا رحمت کنه کسی که بدونه از کجا اومده، کجاست، کجا میخواد بره. از کجا اومدیم؟ کجاییم؟ حرفا صد من یه غاز نه دریوری که الان همه عارف بشیم. بله ما از باغ ملکوت چی تو میگیم باغ؟ باغ ملکوت فکر میکنم مثلا بس باغ سالاریه، مثلا باغ درخت داره. بعد میگن جنت، مثلا در بهش جنت هست. بعد میگن جنت اونجا درخت. بعد درخت تو ذهنش چیه؟ درخت عالم دنیا. خب این چه ربطی به اون داره؟ اونجا عالم معناست، چه ربطی به عالم ماده داره؟ تو تصورت از عالم معنا اتفاقات در عالم ماده است. فکر میکنه بهش یعنی داره درخت، همین داره درخت که اینجا میری بالاش. بعد میگه اونجا میوه میخورن، فکر میکنه سیب و خیار و موز و ایناست. میگه ده انگور دیگه. عالم معناست، چه کار عالم ماده داره؟ منتها تو عالم ماده ای. خواستم عالم معنا رو برات بگم، چجوری برات بگم؟ مثل یک کسی که تا حالا قم نرفته بیرون، حالا شما واسهش مثلا لندن رو توصیف کن ببینم میتونی اصلا؟ مثلا میخوام بگی زیرگذر اونجا جاده هاش اینجوری. بعد میگه شابراهیم رفتی اون زیر؟ میره میگه آره. میگه زب در 100,000 میلیاردش کن میشه اون چیزا که اونجا میبینی. اصلا نمیتونه. خب چی کاری میخوام من چیکار کنم؟ این قم نرفته بیرون، حالا برج ایفل واسهش توصیف کن. تاش بعد بگی مثلا مناره مسجدا میبینی ولی آهنیش. بعد طرف میگه ای اینجوری. بعد این تو سینش میگه آره مناره آهنی اینجوری. آقا من کاری نمیتونم بکنم، من چجوری میتونم ببین بگم سازه آهنی بدونی که جوش باشه چجوری برای توصیف کنم؟ آخه ندیدی همچین چیزی؟ اینجا نرفته بیرون، مجبورم یه چیزی که شبیه اونه بگم، بگم مثلا ولی اونجوری. بقیهشو بسپرم به ذهن این، رو عقل این حساب کنم. میگه مخاطب قرآن عقلان، یعنی ما رو عقل شما حساب کردیم. حالا تو عقلتو تعدیل کردی، من مقصرم؟ تو عقلتو تعطیل کردی، خب من چیکار کنم؟ گفت سه تا جاسوس نمیدونم مال یه کشور رفته بودن عربستان. بعد به اینا گفته بودن که آقا این عربا دشتاشه میپوشن از این لباس سر تا سریا. بعد خیلی هم مقید، زیرش هم خیلی مثلا لباس دیگه ای نیست، معمولا همینه حالا دیگه. بعد خیلی هم مقید نیست، حالا مثلا یه پاشم رفت بالا مثلا خیلی گیر نیست. شما که این لباس اینا رو میپوشید، حالا خیلی دیگه گیر ندید که دیده بشه بعدم یا دیده نشه فلان اینا. خب فکر کردم این سه تا جاسوس شعور داره، رفته بودن لباس عربی پوشیدن، کشیدن تا اینجا بالا راه میرفتن تو خیابون. تو ما خیلی دیگه عربی، ما بیچور نه اینجوری نیستن که. خب حالا این عقل نداره ما چیکارش کنیم؟ عقل نداره این، نمیفهمه کلمه فارسی. پیغمبر یارو اومده میگه به من کمک کنیم. آقا فهمو زبونش ببرید. یارو پاشو باشم. آقا فهم چیکار میکنی؟ خب زبونش ببریم دیگه. گفتم مثلا من میگم زبون فقیر رو ببر، یعنی مثلا با شمشیر ببر. مثلا خواهی ذره فکر کن. بعد دید داره این حال نداره فکر کنه. گفت شما که متوجه شدین؟ گفت بله. گفت برو کمک. رفت بردش بهش گفت آقا چرا گدایی میکنی؟ مگه بچه نداری؟ خانواده نداری؟ گفت من رها کردم فلان. یه پول خوبی بهش داد که دیگه مجبور گدایی نباشه. یعنی زبون فقرش رو ببر، یعنی یه کاری کن که دیگه این زبون باز نشه. این از نیاز داره میگه به من کمک کن دیگه. از شکم سیری که نیومده گدایی کنه دیگه. خب آقا من چیکار کنم؟ من دارم با شما حرف. خب میگه آقا من رو عقل شما حساب کردم، من خدا، من پیغمبر، من تمام این دانشمندا، این آدمای بزرگ، این جامعه شناسا، روانشناسا، این همه انسان‌های فریخته، فیلسوفا، عرفا. میگه خب ما رو عقل شما. حالا یارو گفته انل حق گرفتن که رو اعدام کرده. مرد چی میگه من خدا؟ آقا تو اصلا فهمیدی این چی گفت؟ تو فهمیدی حلاش چی گفت؟ به خدا اگه فهمیده باشی. میرزاباد آقا ملکی همینجا قبرستون شیخون دفنه، اینجا که میرزای قومی دفنه، این بیا بیرونه قبرش. خیلی خوب، خیلی آدم خوشمزه ایم. کتاب المراقبات و اینا تیز داره برزن. ماه شعبان چجوری بود؟ خیلی آدم جزایی بود. ایشون هم شاگرد استلی آقا بوده. یعنی داشته غذا میخورده، طرف رد میشه، ایشون میگه که بفرمایید غذا اینا. میگه نه من غذا نمیخورم با تو. میگه یعنی غذا خوردی؟ میگه نه من گشنم هم هست، خیلی هم گشنم، ولی با تو غذا نمیخورم. میگه من چمه؟ میگه تو کافری،
میگه من کافرم؟ میگه بله شما کافری. میگه من چرا کافرم؟ میگه تو غالب به وحدت وجودی. میگه وحدت وجود چیه؟ تو میدونی چیه؟ میگه دیگه تو میگه همه چی خداست دیگه. میگه یعنی من الان تو رو خدا میدونم؟ میگه بله تو منو خدا میدونی. میگه نه من تو رو هیچ خری نمیدونم. بیا غذا بخور. بیا بیا. خدا کجا بود؟ آقا تو اصلا نفهمیدی من چی میگم؟ سنگ برداشتی به تکفیر من؟ اصلا متوجه نشدی؟ اصلا فکر نکردی؟ امکان نداره بخوای بفهمی و نفهمی، دنبال حق باشی و نرسی، دنبال نور باشی و تو تاریکی بمونی. امکان نداره که دنبال آب باشی و تشنه بمونی. این جوینده یابنده است، حرف بزرگیه. اگه نرسیدیم نخواستیم، این حرف خطرناکیه. مشتری نداره آقا حرف حساب. به خدا اصلا حرف فکری مشتری نداره. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. چقدر خوب بودن اینا. تشنه نباشی نه نه نمیرسی به سرچشمه اصلیه. آب کم جو تشنگی آور به دست. میگه تو خواست حرکت کن تا بجوشد آبت از بالا و پست. آه خیلی مخلص. به محمدتون گم بریم دیگه. امشب بس چی در روزه؟ برخی از خواسته های مادی ما میدونیم که بهش نمیدیم، مثل یه مریضی که از کجا میدونی نبرسی؟ اشتباه میکنن. خب خب ولی خب واقعیت نه، واقعیت نخواستن است. نمیخوای اگه همه هم بخوان بالاخره این جبر دنیا تو در شما چه کار به اونش داری؟ شما چه کار به اونش داری؟ گفت که گفتن یوسف رو آوردن تو بازار بفروشن. حالا اینا اسطوره است تا چیزه واقعی. میگه پیرزنه با کلاف نخومده بود. بهش گفتن آخه اومدی چیکار؟ گفتم یوسف بخرم دیگه. گفتن من خانم پیرزن اندازه وزنش طلا میدن. گفتم همین که بگن منم خامونشم بسم من. همین که اسم منو بنویسن تو خاطرخواه یوسف، بگن خریداران یوسف، اون تو پایین تو لیست اسم منم باشه. شما چیکار به اینش داری؟ یه ساعته دارم میگم مثلا لذت فاصله بین خواست و خواسته است. رسیدن بهش که لذت به اوج میرسه تمام میشه که. یه ساعته دارم میگم ملازمه این دوتا ضررته. میگم اگه بشم رسیدی ارث بهت رسیده، یه جوری از خودت بکن و واقعی بکن، نه اینکه کارت بانکی تو جیبشه این میلیارد تومان پیاده را افتاده بره مسافرت. بشین بابا تو الان اینقدر پول داری دوتا ماشین بخری. نه واقعی جدا شو ازش. نه خب کلا سرت گذاشتن. خب مریضه بره دکتر. اصلا درد بدون درمان نداریم. لکل داین دوا. درد بی درمان نداریم. همینا رو میگم. همینا رو کردن تو مختون دیگه. همین چیزا رو کردن تو مخت. شدی یه آدم ناامید. بعد گفتن حرکت نکن فایده نداره. کی میگه اصلا لذت در حرکته؟ رسیدن مهم نیست. حرکت شما میری کوه، میری تو قلهش میرسی، بدنت ساخته میشه یا تو مسیر ساخته میشه؟ کجا ساخته میشه بدنت؟ تمام قدمات داره تو رو میسازه تا اون قله میرسی. اتفاقا قله که میرسی تمام میشه، دوباره برمیگردی. ما که به قله نمیرسیم پس بدنمون ساخته نمیشه. آقا مهم بدن ساختنه. برو تو هر کجا میخوای بری برو، مهم ساخته شدنته. من همینا رو دارم میگم یه ساعته که این چیزا تو مختونه و نمیتونید اینا رو بشکنید. بشکنش ها. کی گفته این حرفا درسته؟ ما
ما که نمیرسیم، ما جهان سوم، ما بدبخت، ما بچه پایینیم، ما قراره تا قیامت اینجوری، تقدیر ما اینجوری بوده، برای ما اینجوری نوشتم. ما کی گفته این حرفا رو؟ چرت این حرفا. از این حرفا انگیزشی مسخرم نمیخوام بزنم، آکی یه چیزایی مثلا آقا بدوی تمام این چیز، من دارم واقعی باهات صحبت میکنم. ها یه چیزی بگم همینجوری کاسبی، یارو سمینار گذاشته بود چگونه پولدار شوید، بعد به یکی گفتم فهمیدی چگونه پولدار شوید؟ گفت چگونه؟ گفتم یه چیز سمینار میزن چگونه پولدار شوید، نفر 500 هزار تومن مردم میگیری، 2000 نفر اونجا میرن چی میکنن؟ قشنگ یه پول خوبی میزنید به جیبت، بعد چگونه پول داشته این مثل من؟ بعد دفتر بودم اونجا بهشون گفته پولاتون رو تا کنید تمیز بزن تو جیبتون، پول تمیز پول رو چیز میکنه، جذب پول تمیز میکنه. بعد پولت اگه مثلا اینجوری باشه، نه پول میگه اونجا نریم جیبش کثیفه. اصلا بابا آرزو میفروشه این پول دار میشه. چقدر نمیخوام اصلا گیری هیچیشو نیستم، به من چهار من کاری ندارم، اصلا حالا پولاتون رو تمیز بذار جیبتون، چیز خوبی بد نیست که، ولی این که اصلا از این حرفا نمیزنم اینجا، که دارم چیز دیگه بهتون میگم، دارم واقعی باهات صحبت میکنم. میگم کمال در احساسات نه در حواس. تو عالم اگه دنبال کمالی پولدار شدن تو رو به کمال نمیرسون. نداشتنش هم کمال نیست، کمال یه جا دیگه است. بس بچه بریم دیگه، 12 شد کار داریم. یا علی مدد. اما یه سلام فقط بدم.